سلام خدمت شما متعلمین گرامی، امیدوار هستم که هر جایی که هستین تنتان سالم باشد. امروز درس دوم از فصل سوم کیمیای صنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه ما شما 20964-780-255-413 است که از این طریق میتونید کار خانگی خود برای ما روان کنید، کدام سوال یا پیشنهادات دارین برای ما روان کنید. با نگاهی بر خلاصه درس امروز با ما همراه شوید. موضوعها و نکات درسی که امروز ما شما می‌خواهیم با هم کار کنیم در رابطه با انواع تعاملات میباشه. ما شما امروز می‌خواهیم با هم بخونیم که چه قسم تعاملات و یا چند نوع تعاملات وجود داره، هر کدام را جداگانه با هم کار می‌کنیم و برای هر کدام مثال می‌زنیم. و همچنان با مفهوم کتالیست آشنا میشیم که کتالیست چی است و نقش آن در تعاملات کیمیاوی چی میباشد. و بعد از او در رابطه با شرایط خاص و معینی که در تعاملات کیمیایی موجود است با هم صحبت میکنیم و کار میکنیم. خب شاگردان و متعلمین گرامی، با شروع درس با ما همراه شوید. بسیاری از تعاملات کیمیاوی که در اطراف ما و شما وجود داره ما و شما دیدیم و مشاهده کردیم. بسیاری از تعاملاتی که در تعاملات کیمیاوی ما و شما مشاهده میکنیم مربوط به تعاملات احتراقی است که با آزاد شدن حرارت و گرمای بسیار زیاد همراه است. مثل چی؟ مثل سوختن پترول در موتورها که باعث حرکت وسایل نقلیه میشود. در سوختن پترول ها انرژی و گرمای بسیار زیادی آزاد می شود. یک نوع تعامل احتراقی است و همچنان گازهای مختلفی تولید می شود. از جمله گاز کربن مونوکساید، کربن دی اکساید، سلفر دی اکساید و انواع گازهای دیگری که برای سلامتی ما و شما می تواند مضر باشد. پس سوختن پترول یک نوع تعامل احتراقی است که با آزاد شدن انرژی و گرما و حرارت بسیار زیاد همراه می باشد. دیگر تعاملاتی که در اطراف ما و شما موجود است تعامل مگنزیم هست که بسیار معروف است. تعامل مگنزیم که یک نوع فلز است با اکسیژن هوا باعث می شود که نور و حرارت و گرمای زیادی را آزاد کند. که نور آن در شکل شما مشاهده میکنید، در اثر تعامل مگنزیم با اکسیژن هوا نوری بسیار قشنگ و زیبایی تولید میشود. بغیر از تعامل، تعاملات بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که در ادامه با هم میخوانیم و کار میکنیم. همین قسم تعاملات را که برایتون مثال زدم و همگی یا کلیه تعاملات کیمیاوی در شرایط خاص و معینی انجام می شود. از جمله شرایط خاص و معین شامل حرارت، فشار، تماس و برخورد مواد با یکدیگر یا کاتالیست می تواند باشد. از بین این سه عامل حضور کاتالیست ها در تعاملات کیمیاوی بسیار مهم است. شما فرض کنید طور مثال تعامل اکسیژن با هیدروژن که برای ما آب را تولید می کند در دمای معمولی که 25 درجه سانتیگراد می باشد،
غیر قابل انجام است، انجام نمی شود تعامل. اما در حضور حرارت و فشار بسیار زیاد یا حتی در حضور کاتالیست های مهم واکنش انجام پذیر است، انجام می شود و اکسیژن با هیدروژن تعامل می تواند و برای ما آب را تولید می کند. خب همونطور که بیشتر گفتیم از این سه عامل یا سه شرایط خاص که مواد تعامل کننده با هم تعامل می تواند، حضور کاتالیست ها در تعاملات بسیار مهم است. به همین خاطر می خواهیم در ادامه شما را با کاتالیست ها آشنا کنیم که کاتالیست چی است و نقش آن در تعاملات کیمیاوی چی میتونه باشد. و اما کاتالیست ها، موادی که در تعاملات کیمیاوی شرکت میکند، سهم گرفته و جریان تعاملات کیمیاوی را سریع میکند، اما خود به مصرف نمیرسد را کاتالیست گفته میشود. پس کاتالیست به مواد گفته میشه که در تعاملات کیمیاوی شرکت میکند. کاری که میکند، کاری که انجام میدهد، تعاملات کیمیاوی را سریع میبخشد، اما خود به مصرف نمیرسد. به عنوان مثال به تعامل زیر دقت کنید. اگر دو نوع مواد تعامل کننده داشته باشیم که به صورت دایره های سیاه رنگ و سرخ رنگ برای شما نمایش داده شده است، کاتالیست رو با آن وارد کنیم. کاتالیست که با یک دایره زرد رنگ برای شما نمایش داده شده است، کاتالیست وارد تعامل می شود و در این قسمت تعامل انجام می شود. باعث می شود که تعامل کیمیاوی با سرعت بیشتری انجام شود. در آخر می بینید که مواد تعامل کننده با هم تعامل داده و محصول را برای ما تولید کرده. اما کاتالیست را مشاهده می کنید که به صورت مصرف ناشده در آخر تعامل باقی مانده و از تعامل خارج می شود. پس نقش کاتالیست را در تعاملات کیمیاوی به خوبی شما در این مثال و در این تعامل مشاهده می کنید که کاتالیست در آخر تعامل به صورت مصرف نشده باقی می ماند و از تعامل خارج می شود. تنها کاری که می کند سرعت تعاملات کیمیاوی را سرعتش را بیشتر می کند. خب حالا در ادامه می‌خواهیم انواع تعاملات کیمیاوی را با هم کار کنیم که ما چند قسم تعامل کیمیاوی در تعاملات کیمیاوی داریم. به طور کلی ما چهار نوع تعاملات را داریم که بسیار مهم است. هر کدام را جداگانه می‌خوانم براتون و در ادامه با هم کار می‌کنیم، مثال می‌زنیم که تعاملات چه قسمی انجام می‌شود. انواع تعاملات، تعامل نوع اول تعاملات تجزیوی می باشد. تعامل نوع دوم احتراقی است که باز در ادامه با هم کار میکنیم. تعامل نوع سوم تعامل جمعی است و تعامل نوع آخر یا نوع چهارم تعامل تعویضی است که هر کدام را در ادامه جداگانه با هم کار میکنیم که هر کدام از تعاملات چه ویژگی هایی داره و چه قسمی تعاملات است. اولین تعامل که تعامل تجزیوی می باشد، همانطور که از نامش پیدا هست، در تعاملات تجزیوی مرکب مورد نظر به اجزای ساده تر، خوب دقت کنید، به اجزای ساده تر تبدیل می شود. با عنوان مثال اکساید سیما و دقت کنید تعاملش، اگر مرکبی داشته باشیم به نام اکساید سیما و داخل یک تیوب حرارت بدین، وقتی که حرارت میتین، مرکب مورد نظر به مرکب‌های سیماب و گاز اکسیژن تولید میشود. پس این تعامل یک نوع تعامل تجزیوی میباشد. چرا؟ چون یک مرکب و دو مرکب ساده تر تجزیه شده است. همچنان دقت کنید که علامت مثلث بر روی تیر نشان دهنده چی است؟ تعامل در حضور گرما و حرارت انجام می شود. پس مثال تعامل تجزیوی را خوب به ذهنتان بسپارین که ممکن است در سوالات امتحانی بیاید. تعامل دیگر تعامل جمعی است. می خواهیم ببینیم که تعامل جمعی به چه تعاملاتی گفته می شود. اگر دو یا چند ماده اولیه با هم یک جای شود، با هم تعامل بتن، ماده جدید با خواص جدید را برای ما
تولید میکنند که به این نوع تعاملات تعاملات جمعی گفته میشود. مثالی که برای تعاملات جمعی برایتان آورده شده در این مثال، خوب دقت کنید. چونه آب نارسیده است که به صورت یک جامد سفید رنگ موجود است. وقتی که به چونه آب نارسیده آب را علاوه کنید، تعامل انجام میشه و برای ما محصولات یک نوع محصول را تولید میکنه به نام کلسیم هایدروکساید. در تعامل خوب دقت کنید، دو ماده اولیه با هم یک جای شده و برای ما یک ماده با خواص جدید را تولید کرده. پس میشه تعامل جمعی. مثالش خوب دقت کنید و به ذهنتان بسپارید. دیگه تعاملی که در اطراف ما شما در تعاملات کیمیاوی مشاهده می شود، تعاملات احتراقی است که این تعامل هم بسیار مهم است. همونطور که از نامش پیدا هست شاگردای عزیز، در اثر تعامل مواد کیمیاوی ساده یا مغلق با اکسیژن هوا، تعامل احتراقی انجام می شود که انرژی و حرارت بسیار زیاده در این تعاملات آزاد می شود. از بین 4 نوع تعاملات که گفته شد، تعامل احتراقی گرمایی که تولید میکنه بسیار بسیار زیاد است. مثالی که برای تعاملات احتراقی براتون آوردیم، خوب دقت کنید، مثل سوختن زغال سنگ. سوختن زغال سنگ یک نوع تعامل احتراقی است که زغال سنگ که عنصر اصلی در آن کربن میباشد با اکسیژن هوا یک جای میشود و گاز کربن دی اکساید و مقدار بسیار زیادی گرما و حرارت را تولید می کند. دیگر مثال هایی که برای تعاملات احتراقی می توانیم برای شما مثال بزنیم، مثل سوختن کاغذ، مثل سوختن چوب یا سوختن تل. همگی اینها می شود تعامل احتراقی. مشخصه ای که تعامل احتراقی داره شاگردای عزیز، خوب دقت کنید که اکسیژن هوا می باشه. شما در هر تعاملی که اکسیژن هوا را مشاهده کردید و در تعاملات دیدید که با اکسیژن هوا مرکب مورد نظر تعامل می ته، سریع مشخص می کنید که تعامل یک نوع تعامل احتراقی است. تعامل بعدی تعامل تعویضی است که بسیار مهم است و در تعاملات کیمیاوی ما بسیار با آن سر و کار داریم و در صنف‌های بالاتر هم با آن کار میکنیم. پس خوب دقت کنید که تعامل تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی به تعاملاتی گفته میشه که در آن اتم‌های عناصر توسط اتم‌های عناصر دیگر در مرکبات تعویض میشود. به این نوع تعاملات تعاملات تعویضی گفته می شود. مثالی که برای تعاملات تعویضی برای شما آورده شده است، خوب دقت کنید. فلز سدیم اگر با آب تعامل بده، یک نوع تعامل تعویضی است که مرکبات سدیم هایدروکساید و گاز هایدروژن را تولید می کند. این تعامل بسیار تعامل فوق‌العاده زیبایی می باشد. اگر شما یک فلز سدیم را به داخل یک گلاس آب قرار بدین، تعاملی که انجام میشه به این صورت نور و حرارت بسیار زیادی آزاد میشه و یک نوع واکنش و یک نوع تعامل انفجاری است. میخواییم بر روی تخته سیاه تعامل تعویضی را این تعامل را نوشته کنیم و با کمک هم یک جای نوشته کنیم و مشخص کنیم که چه قسمی در تعاملات تعویضی اتم‌های عناصر توسط اتم‌های عناصر یک مرکب دیگه جای به جای میشه یا تعویض میشود که بسیار مهم است. خب تعامل مورد نظر را نوشته میکنیم. تعامل تعویضی را دو Na که به صورت جامد یافت می شود و در حالت عادی جمعی دو H2O. دو Na که به فلز سدیم به صورت جامد یافت می شود، جمعی دو H2O مولکول های آب که به صورت مایع یافت می شود می دهد دو Na O
OH که به صورت محلول یافت می شود و مقدار بسیار زیاد گاز H2 هیدروژن تولید می شود. خب می خواهیم ببینیم که در این مرکب مورد نظر تعامل تعویضی چه قسمی انجام می شود. اتم سدیم که در این قسمت مشاهده می کنید در مولکول آب یک تا اتم هیدروژن آن به صورت گاز H2 از تعامل خارج میشه و بجاش قرار گرفته، بجاش اتم سدیم در این قسمت جایگزین شده است. دیدید که اتم سدیم به جای اتم هیدروژن در مولکول آب قرار گرفت و با اتم هیدروژن تعویض شد و این نوع تعاملات تعاملات تعویضی گفته می شود. این قسم تعاملات بسیار مهم است چون در صنف های بالاتر هم در این صنف شما با آن بسیار سر و کار دارید و باید یاد داشته باشید. خب حالا می خواهیم یک سوال در رابطه با مطالبی که امروز ما شما یاد گرفتیم با هم در رابطه با انواع تعاملات کیمیایی با هم کار کنیم. سوالی که برای شما آورده شده است، گفته شده نوع تعاملات زر را مشخص کنید. تعاملاتی که برای شما داده شده است، سوختن کاغذ است و همچنان سه تعامل دیگر برای شما داده شده است که این سه تعامل را بر روی تخته‌سیاه نوشته می‌کنیم و با کمک هم با توجه به مطالبی که امروز ما شما در رابطه با انواع تعاملات یاد گرفتیم با هم کار می‌کنیم و حل می‌کنیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام چی قسمی تعاملات می باشد، در کدام دسته از تعاملات قرار می گیره. خب تعامل اول سوختن کاغذ است. سوختن کاغذ یا سوختن تیل یا سوختن چوب، هر نوع سوختنی را ما در ابتدای درس براتون گفتیم که کلیه تعاملات سوختن یک نوع تعامل چی است؟ تعامل احتراقی است. پس سوختن کاغذ میشه تعامل احتراقی که با اکسیژن هوا تعامل میده کاغذ و گرمای بسیار زیاد را تولید میکنه. خب تعاملات دیگر رو که برای شما داده شده رو برای تخته‌سیاه نوشته میکنیم و با هم کار میکنیم که در کدام دسته از تعاملات جای گرفته است. این تعامل اول است. تعامل دوم رو هم نوشته میکنیم. NH3 به صورت گازی جمع HCl به صورت گازی یافت می شود، می دهد NH4Cl که به صورت جامد است. تعامل سوم رو هم نوشته می کنیم. Cl2 که به صورت گازی یافت می شود جمع 2KBr که به صورت محلول یافت می شود می دهد 2KCl به صورت محلول جمع Br2 به صورت محلول. خب از بین تعاملاتی که برایتان داده شده سه تعامل می‌خوایم مشخص کنیم با توجه به مطالبی که یاد گرفتیم، هر کدام در کدام دسته از تعاملاتی که پیشتر با هم یاد گرفتیم قرار می‌گیرن. خب به تعامل اول دقت کنید. CaCO3 در اثر حرارت و گرما تبدیل شده است به CaO جامد و CO2 گازی شکل. خب میبینید که یک مرکب در اثر گرما به دو مرکب تجزیه شده است. پس تعامل میشه تعامل
تجزیوی، ما تعامل تجزیوی را در ابتدای درس یاد گرفتیم که یک مرکب مورد نظر به اجزای ساده تر تبدیل می شود. پس تعامل اول می شود تعاملی تجزیوی. خب تعامل دوم را حل می کنیم با هم. گاز امونیا NH3 با HCl گاز هیدروژن کلوراید با هم یک جای شده و مرکب جامد NH4Cl را برای ما تولید کرده. خب دقت کنید، دو مرکب با هم یک جای شده است، با هم تعامل داده و یک مرکب را برای ما تولید کرده. تعریف چه از تعامل جمعی است؟ دو مرکب با هم یک جای شد و یک مرکب را برای ما تولید کرد. پس میشه تعامل جمعی. خب تعامل سوم را دقت کنید. در تعامل سوم گاز کلورین Cl2 با KBr یک جای شده و محصولات که برای ما داده KCl و Br2. خب تعامل جمعی که نمیتونه باشد. چرا؟ چون گفتیم که در تعامل جمعی چند ماده با هم یک جای میشود و یک ماده را تولید میکنند. خب دقت کنید که چه تغییراتی در تعامل رخ داده است. یک تا از اتم های Cl آمده با Br تعویض شده است. در این مولکول دقت کنید، به جای Br یک تا Cl، اتم Cl قرار گرفته است و اتم Br به صورت Br2 از تعامل خارج شده است. پس میبینید که اتم Cl با اتم Br تعویض شده است. چون تعویض شده هست، پس یک نوع تعامل چی است؟ تعامل تعویضی است. پس تعامل آخر میشه تعاملی تعویضی. پس به این صورت تانستیم انواع تعاملات و انواع تعاملات که برای شما داده شده است را در دسته تعاملات تجزیوی، جمعی، تعویضی قرار بدیم و تعامل احتراقی. شما باید این قسم تعاملات را در خانه های خود، در کتابچه های خود مثال های زیادی را کار کنید تا خوب تعاملات تجزیوی، جمعی و تعویضی را یا احتراقی را یاد بگیریم. خب درس ما امروز به اینجا به اتمام رسید. می‌خوایم که یک خلاصه و نکاتی را از درس امروز ما شما با هم مرور کنیم. ما به شما امروز یاد گرفتیم که انواع تعاملات کیمیاوی به چند دسته منقسم می‌شود. تعاملات تجزیوی، تعاملات احتراقی، تعاملات جمعی و تعاملات تعویضی را با هم یاد گرفتیم. تعاملات جمعی را با هم خواندیم که اگر چند تا ماده با هم یک جای شد و یک ماده جدید را تولید کند، تعامل جمعی است. تعامل تعویضی را یاد گرفتیم که بسیار بسیار مهم است. گفتیم اگر در این قسم تعاملات اتم‌های عناصر با اتم‌های عناصر دیگر تعویض شود، یک نوع تعامل تعویضی داریم. تعامل احتراقی را یاد گرفتیم که گفتیم تعاملی که در اثر سوختن مواد کیمیاوی را تولید می کند و با اکسیژن هوا تعامل می تواند یک نوع تعامل احتراقی است. دیگر چه نوع تعامل یاد گرفتیم؟ تعامل تجزیوی را یاد گرفتیم که یک ماده در اثر حرارت تبدیل می شد به اجزای ساده تر و به چند ماده دیگر که به نام تعاملات تجزیوی یاد می کردیم. با تعریف کتالیست آشنا شدید. یاد گرفتیم که کتالیست ها به موادی گفته می شد که در تعاملات کیمیاوی سهم گرفته و تعاملات کیمیاوی را سرعت می بخشید، اما خود در تعاملات کیمیاوی مصرف نمی شد. که حضور کتالیست ها در تعاملات کیمیاوی بسیار بسیار مهم و پرکاربرد است. خیلی از تعاملات و بیشتر تعاملات کیمیاوی در شرایط عادی انجام نمی شود و ما مجبور هستیم که در لابراتوارها در حضور کتالیست ها یا حتی در حضور حرارت و فشار بسیار زیاد تعامل را انجام بدیم. مانند تعاملی
یک جای شدن اکسیژن و هیدروژن که برای ما آب رو تولید میکنند. پس این مطالب و نکاتی بود یا خلاصه از نکاتی بود که ما و شما امروز یاد گرفتیم. امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باشد.